خانم ها آقایان، درود بر شما. بعد از ظهرتون بخیر. من آریان ریسباف هستم، بیننده پخش زنده پوشش خبری صدای آمریکا از مذاکرات هسته‌ای ایران در سوئیس هستید. مستقیم به لوزان سوئیس میریم. خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا نیلوفر پور ابراهیم درباره آخرین اتفاقات با ما گفتگو میکنه. نیلوفر، ظاهرا خبرهای جدیدی شده و یه جلسه ای هم قرار بود که امروز برگزار بشه. از سرنوشت اون جلسه برامون بگو. بله آقای ظریف، دقایقی پیش قبل از اینکه بره برای صرف صبحانه در مقابل خبرنگاران قرار گرفت تا به سوالهای اونها که ساعت هاست منتظرن بدونن در جلسه دیشب چه گذشته، در جلسه ای که 6 ساعت طول کشید و 6 صبح امروز به پایان رسیده، در موردش صحبت کرد. آقای ظریف گفتش که پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته، ولی هنوز از اون مرحله ای که بخوایم بگیم به چارچوب راه حل ها رسیدیم فاصله داریم و اینکه گفتگوها قرار گفتگوهایی در سطح وزرای خارجه کشورهای 5+1 یعنی طرف مقابل مذاکره کننده با ایران برگزار بشه برای هماهنگی داخلی خودشون، به دلیل اینکه به هر حال این کشورها مواضع مختلفی دارن و خیلی از موضوعات رو قرار با هم حل کنن. به نظر نمیرسه که هنوز این جلسه شروع شده باشه، چون من تا زمانی که می اومدم جلوی دوربین آقای فابیوس در محوطه در حال قدم زدن بود و همینطور وزیر خارجه بریتانیا هم در حال گفتگوی تلفنی. به نظر میرسه طرفین خستن. آقای ظریف هم به این اشاره کرد که اون وزرایی که یک مقدار شانس داشتن شاید 2 ساعت خوابیدن، ولی بقیه اصلا دیشب رو نخوابیدن و با وجود این قرار کار رو ادامه بدن و اینکه اگر در واقع بتونن به راه حلی برسن، این راه حل ها به صورت یک بیانیه مشترک نگاشته میشه که آقای ظریف از اون به عنوان چهارچوب راه حل ها نام برد. بخشی از صحبت های آقای ظریف رو بشنویم. خب دیشب یک جلسه بسیار طولانی داشتیم، کل راه حل ها رو مرور کردیم. این راه حل ها به صورت محورهای کلی که باید از بین امروز تا ده تیر مورد توافق قرار بگیره و به توافق نهایی ختم بشه مورد بررسی قرار گرفته. الان اعضای 5+1 مشغول صحبتن که ببینیم چه کار میتونن. بیانیه آی دکتر، به بیانیه چقدر نزدیک هستیم؟ بیانیه یک بیانیه مطبوعاتی خواهد بود که قرار دوستان ما روش کار بکنن. به هر حال هنوز صحبت ها اینجا ادامه داره. این دومین روزی هست که مذاکرات داره تمدید میشه بعد از اینکه ضرب الاجل پایان مارس یا 11 فروردین ماه به پایان رسیده. طرفین با وجود اینکه هنوز وقت دارن تا ضرب الاجل دوم یعنی پایان تیر ماه، همونطور که آقای پایان ماه ژوئن 11 تیر ماه، ولی باید اینجا به چهارچوب اولیه برسن تا بتونن مذاکرات رو ادامه بدن. آقای اشتاینمایر سفرش رو کنسل کرده و همچنان اینجا خواهد موند و باید ببینیم که این گفتگوهای سرنوشت ساز امروز چطور پایان پیدا میکنه و آیا ما امروز اینجا شاهد نتیجه مذاکرات خواهیم بود یا مذاکرات قرار باز هم تمدید بشه. اینجا همه منتظرن و همچنان خبرها رو دنبال میکنن. ممنون از نیلوفر پور ابراهیم به طور زنده از لوزان سوئیس با ما. اما شما اینجا در صدای آمریکا لحظه به لحظه مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی رو پیگیری می‌کنید. به محض دریافت خبری تازه از سوئیس در هتلی که می‌بینید، هر وقت خبر تازه‌ای از اونجا به دست ما برسه، پخش عادی برنامه‌هامون رو قطع می‌کنیم و پوشش ویژه خودمون رو از لوزان و واشنگتن آغاز خواهیم کرد. همچنین برای پیگیری آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای به صفحه ویژه مذاکرات هسته‌ای در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید، irvoanews.com. ممنون که بیننده بخش فارسی صدای آمریکا هستید. شاد باشید. این صدای آمریکاست.